بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، برادران وخهران نهايات عزيز وقرمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اینک با فرستادن شام چهارشنبه که امروز مصادف است با 15 ماه مبارک ربیع الاول و 14 ماه دسامبر سال 2016 عیسوی، انشاءالله و رحمان با هم در برنامه از پرتو قرآن عجیب شان قرار داریم. امیدوار هستم که الله متعال نشست ما و شما را به حسنات ما حساب بگرداند، وسیله هدایت و راهنمایی به خود ما و شما و خانواده ها بگرداند و به کافه امت. البته امشب سوره مبارکه تکاثر انشاءالله رحمان از جزء 30 کلام الله مجید و از سوره های کوتاه یا سوره های آخر قرآن عظیم شان است. ابتدا این سوره مبارکه را تلاوت میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا عظيم. البته سورة مباركة إن شاء الله الرحمن ترجمة تحت اللفظي يا از کلمات عربی به زبان خود ما و شما، دوری که بزرگان علمای دین ترجمه ساده کردن، انشاء الرحمن خدمت شما به عرض می‌رسانم. الهاکم التکاثر یعنی غافل کرد شما را حس افزون طلبی، غافل کرد شما را حس افزون طلبی. حتی زرتم المقابر، یه غفلت سبب شد تا اینکه به دیدار قبرها رفتین یا به قبرستان رسیدین، رفتین تا قبرها را ببینین. کلا سوف تعلمون، نه چنین پندار است، یعنی او پنداری که شما دارین که حفظ افزون طلبی، این پندار درست نیست. کلا امی پندار را باطل و زایل نیستم. سوف تعلمون، به زودی خواهید دانست، یعنی نتیجه رفتن به سوی قبرستان و افزون طلبی را خواهید دانست. ثم كلا سوف تعلمون، باز هم پروردگار از وجل تأکیدا و تکرارا نیت میکند که حتما شما نتیجه ای را خواهید دانست. كلا لو تعلمون علم اليقين، نه چنین است اگر شما به علم یقین میدانستید. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم، یعنی جحیم را یا دوزخ را خواهید دید. ثم لترونها عین الیقین، بعدا آن را به یقین، یعنی دوزخ را به یقین خواهید دید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بعدا در روزی که روز قیامت مراد است، از همه نعمت ها پرسیده خواهید شد. بازم انشاءالله تکرارن سوره مبارکه تکاثر، الهاکم التکاثر یا حس افزون طلبی شما را غافل کرد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ای حس افزون طلبی و ای غفلت شما را به دیدن قبرستان هم کشانید. کلا سوف تعلمون، کلا یعنی امی پنداره که شما دارین حفظ افزون طلبی درست نیست. کلا سوف تعلمون، نتیجهش یعنی خواهید دانست.
ثم كلا سوف تعلمون، بازم تأكيدا الله سبحانه میگه بعدا بزودی خواهید دانست که حس افزون طلبی کار مناسب و خوبی نبوده. کلا لو تعلمون علم الیقین، نه اگر شما به علم یقین یعنی از فردای واپسین از مسائل زبا خبر میدید کارار نمیکنید. لترون الجحیم، جحیم را خواهید دید یعنی نوع از آتش جهنم یا دوزخ. ثم لترونها عین الیقین، بعدا آن را به یقین خواهید دید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بعدا در روز یعنی یک روز میرسد که از همه نعمت ها پرسیده خواهید شد. سوره مبارکه تکاثر اکثر یا جمهور علما میگن که سوره های مکی قرآن عظیم شان است. این سوره بعد از سوره مبارکه کوثر یا سوره ناتاینا شریف نازل شده. در حساب ترتیب نزولی 16 و در ترتیب مصحف 102 سوره می باشد. و یک روایت که البته در کتاب صحیح بخاری سوره را ثبت کرده از انس بن مالک رضی الله عنه میگه که سوره سوره مدنی است. به هر حال باز در خلال صحبت ها ان شاء الله الرحمن یعنی زیادتر همین که جمهور علمای مکی گفتن یعنی دلایل مکیش هم پیدا میشه. سوره مبارکه تکاثر وجه تسمیهش از کلمه اولش گرفته شده، الهاکم التکاثر. اهمیتی که در کلمه وجود دارد یعنی در او وقت و زمانی که سوره مبارکه نازل شده یک نوع خودخواهی و غرور و فخر فروشی و افزون طلبی بر مال و کثرت اولاد و اینها یک سلسله کارهایی بود که مردم به این مباهات میکردن و چون این موضوع در او وقت بسیار با ارزش و با اهمیت بود بنابراین الله پاک این سوره را نازل کرده و رد همین اندیشه را برشان میکنه. و از این خاطر وجه تسمیهش با همین آیت اول الهاکم التکاثر گرفته شده، یعنی نام سوره سوره تکاثر افزون طلبی. مناسبت از این سوره با سوره قبلیش که سوره مبارکه القارعه است، در سوره مبارکه القارعه حال احوال قیامت و نتیجه کار نیکان و بدان می باشد. در اوج انشاء الرحمن که بعد هفته دیگر به توفیق پروردگار از ویل خواهیم خان باز میبینیم که راستی دو گروه مردم است، یکی صاحب امو به بهشت خدایی میرن و یک گروه دیگه هستن که اونها در آتش جهنم خاتماندن که الله پاک نگاه کنه. در این سوره مبارکه که نسبتش به سوره قبلی بیا در اینجا میبینیم که از جهنم یا از جحیم الله پاک به صورت با وضاحت بحث میکنه و جحیم را میگه که جایگاه بدکاران و فاسقان و منکران میباشد. بنابراین این وجه نسبتش با سوره قبلی میباشد. محتویات این سوره معمولا زیادتر روی مشغولیت های دنیوی است و غفلت از آخرت. مشغولیت دنیوی و غفلت از آخرت همه مسائلی است که در سوره مبارکه تکاثر جا گرفته است. البته در تفسیر از این سوره مبارکه بزرگای دین البته الحمدلله برداشت‌های فوق‌العاده خوبی رو دارن. در آغازش به این معنی است که الهاکم التکاثر، هلاک ساخت شما را یا ایست که غافل کرد شما را حس افزون طلبی. معمولا حس افزون طلبی را بزرگان نمیشه در دو بخش زیادتر حساب میکنن، یا در کثرت مال است یا در کثرت فرزندان اولاد. در او وقت و زمان امی دو مسئله پیش عرب ها فوق العاده قابل ارزش بود، مثل که حالا من تقریبا در او وقت بسیار چیز به مال یکی بسیار مینازیدن و به میخواستیم به اولادهای خود و این حس حفظون طلبی نهایتا طبیعتا در وجود هر انسان وجود دارد و نوعی از افزون طلبی ها مذموم است، یعنی ناپسند است و خداوند او را خوش نمی داشته باشه. به دلیلی که
امی کلمه اولش که الهاکم التکاثر، یعنی غافل کرد حس افزون طلبی شما را، به این معنا که هر گاهی که هر نوع ذخیره مالی یا اندوختن مال و همین قسم داشتن فرزندان یا پا انسان را غافل بسازد از دستورات و اوامر الهی، غافل بسازد از آخرت، او سبب ویرانی و سبب هلاکت انسان می شود، سبب خساره است بر انسان، سود نداره. الهاکم التکاثر یعنی حس افزون طلبی، همین حسی که پیش هر کسی پیدا شود که روز و شب خود به اسلام مصروف کار بسازد و فقط بر درآمده های مالی خود فکر کرده باشد و خودش من حیث بنده خدا وظائف و وجایب که متوجهش است انجام ندهد، در حقیقت نوعی از این احساس به پیش هر کسی که به هر عنوان وجود داشته باشد که سرمایه های زیاد را بیاندازد و از یاد خالق خود غافل باشد و ای که از چه مدرکی سرمایه ها را هم ذخیره می کند او هم برش متوجهش نباشد، در حقیقت نوعی از این داشتن سرمایه ها در عوض دیگه که باعث رفاه و سعادت باشه باعث بربادی و هلاکت باشه. یعنی حس افزون طلبی یک امر طبیعی از در سرشت انسان است، ولی انسانی که الحمدلله به خدا تسلیم است و مؤمن است او میفهمد که حس افزون طلبی نباید مرا از یاد خالق مغافل بسازد. مقدار کار معلوم باشد، مقدار عبادت معلوم باشد و یا گویم تقسیم اوقات را که الله متعال بر ما آماده کرده، از این تقسیم اوقات خدایی اگر استفاده درست صورت بگیرد که اوقات عبادت به عبادت تقسیم داده شود، اوقات فراغت دادن برای مسائل رسیدگی به امورات زندگی شود و اوقات کار فقط برای مدرک اعاشه باشد. در اینجاست که از همچو احساس انسان بدون شک حس خواهد برد و طبعا انشاء الرحمن او سرمایه سود خواهد داشت. بنابراین در اینجا از مطلب از کثرت، امی کثرت غافل کننده می باشد که خداوند او را مذموم می داند. کثرت تنها در مال و در اولاد نیست، بعضی موارد دیگه هم هست که اونها در پیشگاه پروردگار از وجل در آیات متعدد قرآن عظیم شان از او یاد شده. اون به کثرت ها هم کثرت های غافل کننده می باشد، مثل که الله متعال در سوره مبارکه یوسف از قول حضرت یوسف علیه السلام که با مردم وقت و زمان خود ارباب را به عنوان خدایان خود می گرفتند، باز می گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای ارباب های گوناگون، آیا ای بهتر است از پروردگار که قهار است؟ یعنی نمی شود که خداهای نامنهاد از طرف شما مردم را العیاذ بالله من ذلک بر الله واحد و قهار ترجیح داده شود، بلکه الله واحد و قهار بالاتر از همه چیز است. این نوع هم کثرت بود، کثرت تعدد معبودان بود و خواست که الله متعال این معبوده های باطل را، این اندیشی باطل، این الهاکم التکاثر، همین معناش است که یعنی این حس افزون طلبی شما را غافل ساخت و این غفلت سبب شد که شما از یاد خدا دور شدین و در عوض خدای واحد با خداهای دیگر متوجه شدین. کثرت مثلا طعام، گاهی خداوند از وجل طعامی را که بر انسان عنایت میکنه و خصوصا طعامی که بدون زحمت خود آدم به دست آدم برسه، مثل که در بنی اسرائیل زمانی که حضرت موسی علیه السلام با عده‌ای از کسایی که هم همراهانش بودن نجات پیدا کردن و فرعون و فرعونیان در آب یا در دریا غرق شدن و هلاک شدن از بین رفتن، در این وقت و زمان اینها در محل قرار گرفتن که من سلوا برشان مفت رایگان بدون زحمت بدشان رسید. اونا به می تحمل نکردن که در برابر این نعمت الهی گفت لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. گفت ما نمیتونیم ای موسی علیه السلام با یک غذای واحد ما تحمل داشته باشیم. بنابراین از پروردگار طلب کو بسیار چیزهای دیگه، سیر و پیاز و عدس و اینها و خیار یا بادرنگ بر ما بیاره. یا نوعی از کثرت است در عوض از اینکه برمی نعمت پروردگار از وجل که بدون زحمت برشان میرسه به این شکر گذاری بکنن غافل شدن و با موسی علیه السلام درگیر شدن و خواستن که موسی علیه السلام را متوجه بسن که برای ما چیز دیگه رای کن.
بسیار کسا آرزو دارن که طبیعت هر انسان است که عمر بسیار دور دراز داشته باشند. ولی اگر عمر دور دراز هم یا عمر طویل هم بر انسان وجود داشت، گویی خواهش خواهش یک جهتش مثبت میشه، یک جهت دیگهش منفی میشه. ما از خدا میخواییم که طول عمر با طاعت و عبادت بر ما نصیب بگردن. این یک سرمایه است. ولی اگر باشه که مثل که در قرآن بیشتر میگه یود احدهم لو یعمر الف سنه، بعض از اینها میگه دوست داشتن که عمرشون به هزار سال برسه. ولی اگر هزار سال برسه، باز با توجه با اوامر الهی، این کثرت عمر انسان اگر غافل ساخت بازید به درد نمیخوره. رسول علیه السلام در یکی از احادیث شریف خود به می ارتباطیات میگه از بهترین انسانهای مؤمن امو کسی است که عمرش طویل و هم همراه با طاعت عبادت زمانش بگذرد. این بهترین عمر است. و یا عمر طویل بعضی وقتها سبب میشه که به انسانهای مثبتگرا و مؤمن فرصت از این میشه که به گذشته خود نگاه میکنه و اگر غفلتهایی وجود داشت از غفلت خود ندامت میکنه و به خالق خود رجوع میکنه. این سبب سعادت و کامیابی میشه. نوعی دیگه هم از کثرت است در مسکن، در داشتن جا و مکانی که پاس. و بسیار مردم امروز در امی رقابت ها دارن، مثل که در اکثر کشورهای اسلامی بسیار بلند منزل ها ساخته میشود. ای که مدرک آمدی از کجا هست او را سرش چندان توجه نمی باشد، ولی زیادتر به مدرک از ای که هر کس صاحب سرمایه های فوق العاده زیاد و از ای بلند منزل ها یا مسکن ها و ایگپا زیاد داشته باشند. یا دمی کشورهایی که ما و شما هستیم، طور مثال مسئله مسائل سودی یک مسئله بسیار مهمی است که در این یعنی مسلمان ها باید توجه عمیق داشته باشند. نشه که خدای نخواسته حس افزون طلبی و داشتن کثرت مال سبب از شود که اینها را از راه خدا عدول بدهد و انحراف بدهد و به سوی مسائل سودی گپا کشانیده شوند. بنابراین در یک وقت و زمان قوم سمودی کار میکردن، اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون. اونها مردم قوم سمود گوش میکنند در دامنه های کو قصرهای بسیار بلند بلند برای خود بسازند و فکر میکنند که قصرهای بلند سبب حفاظت و حراست برای اینها میشه و سبب آرامش زندگیشان است. هیچ چیزی که سبب هلاکتشان نمیشه، یعنی صدمه از هیچ ناحیه‌ای برشان نمیرسه. این نوع حس افزون طلبی هم از نوع غفلت هاست. و یک حس کثرت که بسیار خطرناک است و در جهان امروزی خصوصا با دسترسی مردم به تکنولوژی و گپا، همین حس شهوت است. شهوت مسائل فرض مثال سرمایه ها خودش یک حس شهوت است، مقام و کرسی و گپا. ولی زیادتر شهوت ها شهوت جنسی است و خداوند عز وجل در این بسیار تاکید میکنه که نشه انسان خدای نخواسته برای رسیدن به مقاصد جنسی خود از راه های انحرافی به این هدف برسه. و از این خاطر خداوند عز وجل برای این راه حل ازدواج ها را قرار داده. و خداوند عز وجل به کلام خود میگه که یکی از صفات مؤمنان همی هستند که میگه والذین هم لفروجهم محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یکی از صفات مؤمنینی که بر رستگاری میرسن ایست که کسایی هستن که بر فرجها یا بر شرمگاه هایشان حاکمیت دارن، اونا را حفظ میکنن، مگر زمان ازدواج برشان فرا میرسد و در اون وقت زمان است طبعا از ازدواج یعنی اقناع غریزه جنسی برشان میاثر میشه و این مشکل رواز نداره. و این چیزی که به اسلام ملکیت خودشان از کنیزها و گپا میشه که در گذشته بود، حالا مسئله کنیزی گپا نیست. بنابراین الله متعال در این آیات یاد میکنه که یعنی توجه عمیق داشته باشه مردم که بر رسیدن بر شهواتشان از کثرت شهوات میدونه که بسیار کسا با داشتن سرمایه یا با هر عنوان شب را در جای، روز را در جای دیگه یا به می ترتیب هر شب خود بر جای بگذرانند. خداوند میگه نه، ما برای بهبود امی غریزه برای شما راه حل قرار دادیم. راه حل ازدواج های دائمی است، نه ازدواج های به شکل تو موقتی که امروز متاسفانه در بعضی از جوامع اسلامی ادعای
امی نوی امی امی کسایی که صاحب سرمایه هستن میتونن که بسیار ساده با نحو مسائل صیغه و مسائل ازدواج های موقتی اونها تن در بتن و زمان برشان مویسر رو میشه اگر صاحب سرمایه و پولی گفا باشن با یک زمان کوتاه میتونن که صیغه بکنن با یک زمان کوتاه از بشید جدا میشن ولی اسلام صیغه رو به صورت کل از منظر اهل سنت و جماعتی رو حرام میدونه و غیر قابل قبول است بنابراین ازدواج اسلام تأکید بر ازدواج دائمی داره و این هم سبب اون چالش هایی را که در برابر اقناع غریزی جنسی را از بین میبرداره و انسان را الحمدلله با اقناع غریزی جنسی آماده میسازه که حلال و مشکل هم در وجود نمیداشت باشد یا هم نوع دیگری از کثرت ها میباشد به هر حال دوستان عزیز با توجه به کلمه الهاکم و تکاثر یعنی می خود کلمه الها که با عنوان مشغولیت به چیزی که انسان را از خدا غافل بسازه و هر نوع مشغولیت به هر شیء یا به هر چیزی که سبب غفلت آدم از یاد الله شد بفهمه که او سبب واقعا ویرانی و خسران بسیار بزرگ می باشد در کثرتی که البته یاد خدا همراهی وجود داشته باشد هیچ مشکل در وجود نمی داشته باشد مثل که در سوره کهف از دو جوانی که با هم دوست هستن یکی صاحب یک مزرعه بسیار خوب یک باغ بسیار مقبولی گپا اما متاسفانه که از یاد خدا غافل شده و یکی دیگه سرمایه بسیار کم با یاد خدا زندگی خود سپری میکنم او کسی که صاحب سرمایه است برای برادر مثلا کم بغل خود یا کم سرمایه خود به شکل تن میگه که فقال له لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا میگه در حالی که به همراه رفیق خود گفتگو میکرد مغرورانه گویا بر از او میگوید که ما برتری نسبت به تو در مال و به تعداد افراد وابسته به خودم دارم این نوع فزون طلبیش سبب شد که بازو برش گفت که ای چیز تر غافل نسازه و به خالق و پروردگارت به ربت متوجه باش اگر نه بازی سبب هلاکت است و حقیقتش هم که در سوره کهف مراجعه کنیم امین نوع غرور و فریب بالاخره هم فرد صاحب مال را با یک باد طوفانی به اصطلاح شدید مواجه ساخت که همه چیز از دستش رفته بود و سبا کامد دید که اصلا یک چیز باقی نمانده یعنی خداوند از وجل به نحوی در برابر کسایی که حس فزون طلبی و با غفلت الهی دارن بالاخره پایان خوبی را برش پیش بینی نمیکنه در یک حدیث دیگه حدیث شریف البته پیغمبر علیه السلام امی حس فزون طلبی رو بسیار خوب که انسان همیشه حریص است و در دو پدیده بسیار حرص وجود داره یک انسان است یک مرچه مرچه جانش اینه که یک است شما دیده باشین که اگر خانه مرچه را آدم یک دفعه باز کنه باز میبینه که عالم ارزان ها در اونجا جای گرفته اگر نیم به بخوی مصرفش هیچ تم نیسته و انسان هم شب در گوشی از خانه در یک بغلک از اتاق خود خواد افتاد و دیگه از تمام بخش بخش خانه خود چندان لذت هم نخواد برد ولی روزش به نحوی در مشغولیت های دیگه بسیار تیر میشد بنابراین رسول علیه السلام این بسیار مقبول میگه لو ان لابن آدم واديا من الذهب احب ان يكون له واديان میگه اگر انسان را یک وادی از طلا باشه باز دوست داره که یک دو تا وادی دیگه هم داشته باشه و بعدش میگه که وليملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري او كما قال عليه الصلاه والسلام بعدش پیغمبر علیه السلام میگه که میگه دهن انسان را جز از اینکه خاک پر کنه دیگه چیزی پر نمیکنه یعنی انسان تا که بمیره حریص میمونه باقی میمونه و بهترینش این است که بنده توبه بکنه و به سوی پروردگار خود زیرا الله متعال توبه بنده اش را میپذیرد پیغمبر علیه السلام به می ارتباط تکاثر یا فزون طلبی یک حدیث دیگه هم خیلی حاضیبا میگه میگه ما اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى علیکم التکاثر میگه بر شما از فقر تام ترس ندارم ولی ترس ما به شما مردم از تکاثر احساس فزون طلبی است و ما اخشى علیکم الخطأ
ولكن أخشى عليكم العمد. رواه احمد. میگه بر شما ترس یا بیم از خطا ندارم، هر انسان خطا کار است، ولی بیم از این است که قصدن یک کار انجام بدهید، قصدن کار خراب است. اما انگیزه های تکاثر معمولا نمی حس حفظون طلبی بر انسان از خودخواهی هاست، از غرور است، از تکبر است، فخر فروشی چی کپا میشه. اما تکاثر در صورت کل، یعنی عرض کردیم که خدمت شما که مذموم نیست، بعضی از تکاثر او خوب هم است، محمود میگنش، یعنی ستوده شده میباشه. مثل از این که قرآن عظیم شان برای ما شما در دو جا از این مسئله برای سبقت به این کار برای ما توصیه میکنه. الله متعال جلو میگه که و سابق الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میگه شما در امر کارهای خیر به هم دیگرتان برسیدن به جنتی که پهنایش آسمان ها و زمین است، شما با هم دیگر باید مسابقه داشته باشید. یعنی برسیدن به جنت ما ناگزیر هستیم که به کارهای خیریه، ما ناگزیر هستیم که بر فرایض الهی و مستمرن بر ازو تکیه بکنیم و این راه را به سوی بهشت الهی انشاءالله رحمان باز میکنم و میرسنم. و یا در سوره مبارکه حدید میگه و سابق الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. عین مسئله را الله متعال در دو جا میکند. و یا یک جای دیگه هم الله متعال جلو میگه که و سابقو بالخیرات، به خیرات یعنی کارهای نیک شما با هم دیگر باید مسابقه بدهید. سبقت در کارها را الله متعال خوب یاد کرده و کار هم نیکو می باشد. در آیت بعدیش این حس افزن طلبی در بعضی مردم سبب شد که اونها را به سوی قبرستان کشانید. اینجا دو مطلب در ارتباط حتی زرتم المقابر می آیم. یک مسئله ای است که یک تعداد افرادی که در اون وقت مثلا فخ فروشی به حس افزن طلبی در کثرت خودشان داشتن، این کثرت سبب شد که وقتی که یک دیگر را به اسنا به شکل تن آوردن که ما یک تو مردم هستیم، اینقدر نسب داریم، اینقدر قوم هستیم، این نوعی از مباهات بود. بعضی‌ها وقتی که شمارش افراد خود از در زنده ها تمام شد، گفت بیاین بیادر ما اینقدر مردم در جنگ ها زده سادیم، به سوی قبرستان رفتن، مرده های خود در اونجا هم حساب کردن. خداوند این عملشان نکوهش کرد، گفت این کار شما علی مرده از مرده چی ساختن میکنشن شما رفتین به قبرستان، کار نامناسب رو انجام میدین. این یک تعبیر از امی حتی زرتم المقابر امی است. یک تعبیر دیگه که بسیار یعنی ما رو میتونه که در هر مرحله برای ما قابل آموزش و قابل فهم باشه و عبارت از ایست که حسی افزون طلبی و کثرت هر نمی از مالی گپا که غفلت را همراهی داشته باشد، بالاخره انسان رو به کجا میکشن؟ به سوی قبرستان میکشن. وقتی که به قبرستان رفت، آن چیزی که او را ذخیره کرده بود از پیشش میمونه. خدا آدم به اصلاح یکه و تنها در مابین خانه قبر قرار میگیره. باز اونجاست که در عقبش خداوند جل جلاله میگه که کلا سوف تعلمون. او پندار را که شما داشتین که حفظ حس افزون طلبی یا کثرت مال سبب مباهات و فخر بر شما سال بید به درتان نمیخوره، کلش ماند از پیش شما، آمدین خودتان یکه و تنها. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بعدم خداوند میگه که حتما میدونین، یه نتیجه از این کارتانه، آن کار را که شما در حس افزون طلبی گذاشتاندین، آل شما با او مواجه میشین که این کارتان خیر بود براتان یا این کارتان براتان شر بود. مدرک آمدش براتان معلوم نبود، مدرک رفتش معلوم نبود، و به این ترتیب از سرمایه ها و اندوخته هایی که آن چیزی که داشتین از پیش تانمان آل آمدین در بین قبرها داخل شدین. این چیزی که باز گفت دیگه بر انسان تمام میشد. باز به تحقیبش کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر میگه در اینجا نه، میگه اگر شما علم یقین به آخرت میداشتین، علم یقین به فردای واپسین میداشتین، به حساب کتاب میداشتین، یعنی همین پندار غلط را روش زندگیتان قرار نمیدادین. کلا لو تعلمون علم الیقین. و بعدش لترون الجحیم. هر حس افزون طلبی همراه با غفلت از یاد رب العزت جل جلاله
انسان در حقیقت در برابر نعم الهی ناسپاس میذاره. وقتی که ناسپاس ساخت کفران نعمت میکنه. افراد کفران نعمت معصیت هم انجام میدن. معصیت الهی در حقیقت انسان را از رحمت الله سبحانه و تعالی دور ساختن و به کجا میکشنید؟ به جهنم. لا ترون الجحیم، میگه شما جهنم را یا جهیم را دیدنی هستید، میبینینش. ثم لا ترون عین الیقین، الله سبحانه و تعالی میگه که اون را حتما شما به یقین دیدنی هستید. ثم لا ترون عین الیقین، با چشم یقین میبینین جهنم باز. در اینجا پیش از اینکه در آیت آخریش بریم که ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم، امی مرحله یقین، خود یقین سه مرحله را داره. یک مرحله علم الیقین است، دوم عین الیقین است، سوم حق الیقین است. مرحله علم الیقین از مثلا جهنم یاد شده، الله پاک کل ما و شما و جمیع امت را نگاه کنه از رفتن به سوی جهنم، ولی از جهنم هم در قرآن و هم در سنت نبوی شریف یاد شده. پس ما یک دستاویزی به عنوان قانون اساسی دینی خود داریم که قانون برای ما میگه که جنتی هم وجود دارد و جهنمی هم وجود دارد، چون ارتباط جهنم در این جسد جنت فعلا میگذاریم که خداوند نور نصیب بکنه از این نگاه کنه. در اینجا الله تعالی از علم الیقینش به معنای زیر که یعنی شما با این دستاویز قرآن و سنت پیغمبر آشنایی دارین. ثم امو پیشتر که یاد کردیم که اگر علم یقین به این می داشتین، علم یقین یعنی مراجعه به کتاب الله و مراجعه به سنت نبوی شریف می کردین که یک روز حساب کتاب است و ما به سوی جهنم خدای نخواسته کشانیده خواهیم شد، پیش از اینکه کشانیده شیم خیلی به این با می دستاویز چنگ بزنید و شما از او خلاص بشید. اینی علم الیقین است. علم الیقینش در علم الیقین است ببخشید، عین الیقین در کجاست؟ عین الیقین زمانی که انسان از این عالم دنیا رفت و در فردای واپسین حشر میشه به حضور حضرت حق سبحانه و تعالی، بازوی جهنم برش شما میده که اینی جهنم است. در این جاست که انسان وار خطا میشه. به و در قرآن عزیزشان در یک جای دیگه در سوره مبارکه انعام است، الله متعال دو مطلب به می حساب یاد میکنه، میگه ولو ترا اذ وقفوا على النار، ولو ترا اذ وقفوا على النار، و اون وقتی که میگه ببینی این مردم را که نگاه داشته میشن به پیش جهنم، یعنی در جهنم نمیفتن، در اونجا نگاه داشته میشن. ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین، میگه بار الها فرصت باز بازگشت به دنیا وجود دارد تا او چی داره که ما تکذیب میکنیم او را باور بکنیم و جمعی مؤمنان قرار بگیریم. اما دیگه وقت تمام شد از کار، دیگه فرصت وجود نداره که برگشت وجود داشته باشه. و در یک جای دیگهش بعدش الله سبحانه و تعالی باز میگه که ولو ترا اذ وقفوا على ربهم قال الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، میگه زمانی که انسان در فردای واپسین به حضور حضرت حق سبحانه و تعالی قرار میگیره، وقفو قرار میگیره، استاده میشود، قال علیس هذا بالحق، الله سبحانه و تعالی برش میگه آره حق نیست. آره علم الیقین همی بود که در بیش ماست، این برنامه ها وجود دارد، کتاب الله وجود دارد، سنت نبوی شریف دارد، علما است الحمدلله توضیح میکنند، تفاصیل شریف وجود دارد، این دستگاه های تکنولوژی پیشرفته با بسیار چیزها هم مثبت داره هم منفی را دارد، مردم باید به سوی مثبت نگر باشند نه خدا نخواست منفی، همه از این چیزها یاد شده. با دوجه که به عین الیقین میرسه باز اگر گپش تمام است. از اون خاطر خداوند میگه که قال علیس هذا بالحق، باز انسانی که خدای نخواسته به جهنم الهی کشانده میشد میگه قالوا بلا و ربنا، بله پروردگار ای خود حق بوده ما از این غافل ماندیم. فذوق العذاب، خدا هم دیگه باز میگه برگشت نیست، فذوق العذاب ما کنتم تکفرون، بچشین عذاب را به نسبت از اینکه شما کفر ورزیدیم. در اون حالت الله پاک نگه بنابراین امین خود یقین یعنی سه مرحله، علم الیقین، آگاهی قبلی، یا به شکل مقدماتی یک به یک مسئله آگاهی پیدا کردن تا زمانی که آدم بچشم ببینه
و تا زمانی که باز به حق بده در بطن از او داخل شد. دوزخ خبر داریم رسیدنش به نزدیک جهنم است و خدای نخواسته کسی که در اون موقف قرار گرفت باز به حق تمام شد. یا یک مثال دیگه که برای اینکه همین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین بدانیم، الحمدلله یک مثال مثبت گرایی شده بودیم که در زندگی ما و شما امروز اتفاق میفته و میبینیم. مثلا خداوند میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک و هدی للعالمین. اولین بیتی که در زمین اساس گذاشته شده کعبه است، بیت خداست. از کعبه اینا قرآن جیشان خبر داریم. کسایی که به سرزمین وحی نرفتن، به حج نرفتن، به هر جایی که استادم میشه میگه روی آوردن به جهت کعبه، روی آوردن به طرف کعبه شد و نماز میکنم، یک قبله ما شماست. اما وقتی که میره در سرزمین حرم داخل میشه و در مسجد حرام داخل میره، کعبه رو پیش چشم خود میبینه. او سبحان الله، اینی جه عین الیقین شد. و اگه زمانی باز مساعد باشه که در داخل کعبه آدم میره، باز دیگه همه چیز رو میبینه که در داخل کعبه چی است. ولی امروز الحمدلله این تکنولوژی سبب شده که ام علم الیقین به دست ما شما گذاشته، ام عین الیقین به دست ما گذاشته، که حتی کسایی که نرفته عالمی تصاویری که از کعبه آدم در میبینه و طواف میبینه، امروز تصویرهای 24 ساعته از کعبه پخش میشه، اون آدم میبینه دیگه. این همین خودش یک عین الیقین است. و حتی تصویری از داخل از روم کعبه شریف هم نشان میدن که بعض وقتا اون دیگه داخل کعبه چی است، ستون هاست یا منظره های از کلمات شریفی که پاس داره. یعنی اون همین سه مرحله یقین، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، هر دوش آدم بالفعل مشاهده میکنه. بنابراین اینها را پروردگار از بجل از نعم خود یاد کرده و سرانجام الله متعال میگه که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس ای مردم شما از همه این نعمت ها پرسیده میشید. از همه این نعمت ها در یک روزی که روز آخرت است، خداوند میگه ثم لتسألن، حتما شما را میپرسیم از این نعمت ها در یک روزی که روز آخرت است. یعنی او هم فرار رسیدنی است. این نعمت ها فوق العاده زیاد است، نه؟ کلی ما شما میفهمیم که نعمت ها الحمدلله که الله متعال ارزانی فرمودن نعم زیاد است. یگانه نعمتی که ابتدا آدم سرش فکر نکنه از نعمت دین مقدس اسلام، که هیچ بالاتر نعمت نیست. برای از اینکه خداوند به عنوان نعمت در قرآن یاد میکنه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، امروز دین شما رو پای یک مار رسانیدم، اتمام نعمت کردم بر شما و اسلام و من حیث دین برتون راضی شدم. از اینکه نعمت بالایی وجود نداره. ای اولین نعمت است که الله متعال گویا بر بندگان مؤمن خود الحمدلله و المنه این ارزانی فرموده است. نعمت دوم، نعمت امی چهار شکل درست به عنوان صحت. یعنی ما امین نعمت را که فعلا الحمدلله نشستیم با هم صحبت میکنیم و عزیزانی که از طریق فیسبوک با ما شما یک جا هستن در این لحظه میبینن، امی قدرت به این کل ما شما اینه به نحوی وجود دارد. این امی صرف نظر از دیگه عزیزا و دوستا و از خانواده ها میگه، پا خود به حال خود فکر میکنیم امین نعمت را که الحمدلله شکوه و شکایت ندارین، به گپای این بنده حقیر شما گوش میکنین و همگی متوجه یک امر خیر هستیم و عزیزان دیگه از طریق وصلا فیسبوک این را میبینیم که این امیم یک نعمت است. در این لحظه شاید بسیار کسایی باشند در چقدر غفلت ها فرو رفته باشند. یک کس خدای نخواسته در قمارخانه باشد، یک کس خدای نخواسته در شرابخانه باشد، یک کس خدای نخواسته در عمل فحش باشد، یک کس دیگه در تاراج مردم باشد، مال مردم باشد، یک کس در تجاوز باشد، یک کس در غصب مال مردم باشد. پس ما شما می نعمت را کمیال میسر شده امیر شکر پروردگار به جا نیاریم، باید بگیم که الحمدلله خدای امین نعمت رو که بر ما یک لحظه در خانه، در بیت، در مسجد بر ما فرصت هم یه اساس آخری با هم یک جا شدیم. این همیم یک نعمت است. از این که چهار شکل درست داریم الحمدلله یا نعمت است. از این خاطر الله متعال از امین نعمت خود در قرآن جبشان یاد میکنه یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم، ای انسان تو رب چی چیز مغرور سا فریب داد به پروردگارت که قدر سخاوت مانده به تو این آیت کردن الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ، او پروردگاری که تو را خلق کرد و برابرت ساخت. این می اندام هایی که از الحمدلله از سر تا به پای، از پا تا به سر
و کل ازی منظم، چی تنظیمه، چی تنظیم عالیه که همش در جای خود به شکل بسیار مناسب فسواک همی مطلب میره، یعنی به شکل بسیار مناسب شما را الله سبحانه و تعالی قرار داده. پس انسان در برابر امین نعمت بس بزرگ الهی که چهار اشکال درست دارد باید که شکرانگی حضرت حق را بجا بیارد و در برابر خالق خود مغرورانه قرار نگیرد، از امین نعمت اظهار سپاس و شکران بکند. و حاضر قیاس وقتی که از نعمت گفتیم نعمت ها فوق العاده زیاد است. وزی خاطر پروردگار از وجل در دو جا در قرآن عظیمشان از امین نعمت ها یاد میکنند، میگه و این تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواید که نعمت های پروردگار را بشمارید نمیتونید، غیر قابل احصای است. سبحان الله، از کدام نعمتش گپ بزنید؟ اگر همه چیز میان برای جهان وجود داشته باشه، این نعمت آفتاب خدا از پیش بگیره چی هست؟ هیچ. یک نعمت آفتاب، روز که نداری، روز که نداری دنیا برات تاریک است. یا نعمت امید مهتاب، یا نعمت شب و روز، اگر روز همیشه روز باشه چی خواد کردیم؟ اینا همش نعمت هایی هست که پروردگار از وجل بر ما شما این ارزانی فرموده. یا نعمت مال و می قسم نعمت رزق و گپا، یا من جمله نعمت های بس بزرگی پروردگار از وجل است. امروز دنیا با می مسائل مالی و با مسائل رزق و گپا خیلی ها من انسان در تلاش می باشد و این به عنوان نعم الهی واقعا ما سپاسگزاری حضرت حق سبحانه و تعالی را باید بجا بیاریم. یکی از روزها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از منزل مبارک بیرون برآمد. وقتی که بیرون برآمد دمی اسنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه این دو هم بیرون برآمدند. یا پیغمبر علیه السلام را پرسیدن که شما یا رسول الله چطور در این موقع دیت و فرصت به اصلاح چاشت، تقریبا زمان ضحا بود چاشت، گفت شما بیرون برامدین، گفت گرسنگی بسیار سخت برای ما آمد و مرا بیرون کشانیدک. و هم گفتی رسول الله به خدا قسم که ما هم امید دود امید سبب شده که ما را بیرون کشن. و امرای از یک صحابی مبارک دیگه که اسمشان متاسفانه فراموش کردیم و امرای از او گبزدن، گفت که گویا به شکل مهمان این حالا بپذیره. و صحابی سخی بود، سخاوت خوبی داشت و برای او یک افتخار بس بزرگ بود که یکی رسول خدا میاد و خانش و که دیگه دو صحابی جلیل قدر دیگه میاد که هر لحظه پیغمبر از اینها یاد میکنن. گفتن سار دفعه اینا که یک برگکی بوده که را ذبح کرد و آماده کرد و میفهمید که شانه را پیغمبر علیه السلام خوش داره، امور برشان گوشت بریان کرد و آوردن. اینا نوشجان کردن، بعد نوشجان کردنشان برآمدن. وقتی که به بیرون برآمدن پیغمبر علیه السلام به دو یار خود اشاره میکنن، میگه والذی نفسی بیده لتسالن من هذه النعیم یوم القیامه اخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. میگه شما با شکم گرسنه بیرون آمدید، بر نگشین در خانه هایتان مگر ای که با این نعمت شما را خداوند برابر گردانید. این نعمت الله پاک براتان ارزانی فرمود. میگه از این نعمت ما شما حتما پرسیده میشیم، از این نعمت اینه که ما شما داریم از یام پیش به پیشگاه پروردگار از وجل جواب ده هستیم، از یام پرسیده میشیم چیگونه بگیم. سرانجام از این نعمت ها یعنی فوق العاده زیاد، ولی در حدیثی که پیغمبر علیه السلام میره به طور بسیار مقبول و خلاصه برای ما شما بیانش میکنه که توضیح یا شرح همی لتسألن یومئذن عن النعیم از نعمت میشه، ببینید که چند چیز میگه. حضرت رسول علیه السلام میگه که لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه و عن علمه فیما فعل و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و من جسمه فیما ابلاه. این حدیث در سنن ترمذی ثبت شده. پیغمبر علیه السلام میگه که هیچ بنده در روز قیامت گویا قدم برداشته نمیتاند، لا تزول قدم عبد حتی یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه،
این عمر یک نعمت الهی است. یعنی ببینید این نعمت ها رو پیغمبر اسلام برای شما بیان میکنه، میگه از این عمر که چگونه این عمر خدا فنا کردن، به چی کار حق و چی کار خدا نخواست باطل، به چی راه ایره صرف کردن. میگه این عمر هم پیش خدا یک نعمت است و در برابر این نعمت ما جوابی هستیم. بعدش رسول علیه السلام میگه، میگن از علم هر کس به هر مقداری که علم دارد، و علم هم یک امانت الهی است، و در برابر از علم میگه چی فعل کردن، چی کار را انجام کردن. هر قدر که آدم همه قدر که فهمش بالا میره، ای به معنای این نیست که یک تعداد مردم با کمال تاسف بازت میگه، میگه من نمیخوایم زیاد بخونم که باز وقت مسئولیتم زیاد میشه، این خودش یک گناه دیگه است. همین که میگه من نمیخوایم که زیاد بفهم که گنی باز مسئولیتم زیاد میشه، من نمیتونم، این همین خودش یک گناه هست. ما باید بفهمیم و از خدای عزوجل بخوایم که عمل نصیب بکن، عمل نصیب بکن. برای اینکه شیطان بسیار زنده است و شیطان بسیار تحریکات دارد و شیطان دمیش کوشش میکنه که انسان را از راه پروردگار عزوجل به اسلام منصرف بسازد. کار شیطان همی است، فقط قابو میده که ما را در کدام زاویه تنگیری ما میکنه و در کجا میفهمه که نبض ما دموجا یک کم سستی میکنه، عمود پشارش میده که فشار داد خلاص بازی جس کادم خدا نخواسته خلاق میشه. از این خاطر حضرت رسول علیه السلام میگه که متوجه باشین قیامت اینا تو یک حال احوال داره. میگه هیچ بنده در فردای قیامت در حالی که در پیش پروردگار خود ایستاده باقی میماند، میگه قدم برداشته نمیتونه مگر اینکه اول از عمرش که چگونه فنا کرده، دومش از علمش که چگونه با او علم خود فعل کرده، عمل کرده، سومش از مالش که از کجا به دست آوردیش و چه کسی مورا خرج کرده، و از جسم از اون چگونه که جسم به اصطلاح فرسودگی کشانیدیش، به ضعیفی و پیری و ضعفی رسانیدیش. یعنی از این مراحل یکی بعد دیگری که انسان اگر عمر دراز برش نصیب باشد، مرحله به مرحله آدم انتقال میکنه. بنابراین امی هم یک نعمت بزرگ الهی است و در روز قیامت از این چهار چیزی که خدا داده است ما پرسان هم میشیم. با این گفتنی ها امیدوار هستم که الله متعال جل جلاله فزون طلبی مال یا حرص از او که به پیش هر کدام هر انسان طبیعتا در سرش وجود میداشته باشد، امیدوار هستیم چنانی حس را در ما شما الله پاک و کافه امت زنده نگه بدارد که از یاد خالق خود غافل نشیم. بازو وقت حس فزون طلبی سعادت و کامیابی خواهد بود. با این گفتنی ها از خداوند عزوجل طلب مغفرت به خود و پدر و مادر ما و همه شما عزیزان و پدران و مادران همه عزیزان ما و با کافه امت میخواییم الله پاک ما و شما و جمعی مسلمان را از جهنم خود نگاه کنه و به بهشت برینش روان بگردانه و امور مفت و رایگان نصیب کنه. اگر حساب کرد تواستیم، خدا حساب نکنه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم نساء المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین.